سلامتی خداوند سرور سلامتی عیسی مسیح که شما باشه و تندارای بسیار عزیزم خدا را شکر میکنم به خاطر یک روز دیگه یک موقع دیگه که خداوند برای ما داد تا از کلام او شریک بسازیم خدا را شکر گذار هستم به خاطر امروز امروز موضوع برنامه ما هویت ما در عیسی مسیح یا هویت ما در شخصیت مسیح یا هویت ما در خداوند موضوع برنامه ما است اگر شما در این باره سوال دارین یا میخواین که بفهمین شما میتونین در کامنت نوشته کنید ما میتونیم که با شما هم کلام شویم خدا را گذار هستم به خاطر که خداوند به ما شناخت داد خداوند به ما هویت حووییت داد هویتی که از خداوند است ما مسیحی ها خصوص باید بفهمیم درک کنیم درک عمیقی داشته باشیم درباره هویت خود درباره شناخت خود درباره زندگی جدید خود در عیسی مسیح متی که موضوع برنامه هفته قبل ما درباره ای بود که فرق ادیان با مسیحیت به خاطر که هویت اینجا بسیار رولی عظیمی را بازی میکنه در زندگی یک مسیحی اما تا که شما خودتان میدانین میفهمیم که تمام ادیان تمام مذاهب در پی خوشنود کردن خداوند است که خداوند را خوشنود بسازه خداوند را راضی بسازه که خداوند از سر تقصیراتشان بگذره و گناهانشان را ببخشه با کار خوبی خود با کارهای مذهبی خود با قربانی کردن خود با حج رفتن خود با هندوها رو میبینیم که با تعمید گرفتن در آب گند تمام چیزها رو ما میبینیم که انسان در پی خوشنود ساختن خداوند است اما هویت ما در مسیح هویت ما در شخصیت خدای قادر مطلق ما در پی خوشنود شدن خدا نیستیم به خاطر که خدا از یک مسیحی خوشنود است به خاطر فداکاری عیسای مسیح ما نمیگیم که ما باید کار خوب انجام ندیم کاری که مورد رضای خداست انجام ندیم بله ما کارهای خوب را انجام میدیم با، نه با خاطر که خدا را خوشنود بسازیم ما میفهمیم درک میکنیم هویت خود را درک کردیم که ما برای چه خلق شدیم به با، با کجا خواهیم رفت بعد از مرگ بعد از, از مرگ جسمانی ما در خداوند در عیسی مسیح ما صد در صد باید در اطاعت خدای قادر مطلق باشیم به خاطری که مسیح خدا او جسم پوشید آمی آمد روی زمین که برای پیروانش ولگوی باشد مسیح شخصیت مسیح ولگوی ماست ما از او تعلیم میگیریم افکار ما کردار ما تمامی بخش زندگی ما هر روز باید تغییر کرده همانند ایسای مسیح شود اما در کلام خدا میگه میگه ما هر روز به مسیح نزدیک شده و همانند او میشیم وقتی او برگرده به بار دوم وقتی او برگرده برای قضاوت این دنیا ما با او هستیم ما در ایسای مسیح هویت داریم در عیسی مسیح ما های ما در دفتر حیات نوشته شده است در آسمان اسم ما نوشته شده است هویت ما در بهشت است اما که مذاهب و ادیان کوشش میکنه که کار مذهبی انجام بده که شاید بلکه خدا خوشنود شده اون از تقصیرات اونها بگذره و شاید آنها در بهشت بره یعنی مطمئن نیست هیچ شخصی مذهبی هیچ عالمی هیچ ادیانی هیچ پیروی ادیانی صد در مطمئن نیست که در اسمشان در دفتر حیات است و آنها در بهشت خواهد رفت در حضور خدای قادر مطلق در حضور خدای قدوس خواهد رفت برای همیشه اما کسانی که در عیسی مسیح شناخت پیدا کرده هویت پیدا کرده آنها صد در صد باور داره وقتی که ما جسم فانی را ترک کنیم در حضور خدای قادر مطلق هستیم چون می فهمیم که او از ما خوشنود است به خاطر فداکاری عیسی مسیح و تندارای عزیزم دعا کنید برای وطن ما برای وطندارای ما دعا کنیم که خداوند قلب آنها را باز کنه و آنها تصمیم بگیره خدای حقیقی را بشناسه تا از چنگ تاریکی لعنت و نفرت نجات پیدا کرده و در حضور خدای قادر مطلق بیاین و وطن ما نجات پیدا کنه وطن ما در صلح کامل در محبت کامل انسانها زندگی کنه دعا کنیم وطن دارای عزیزیم میریم یک مزامیر را میشنویم مزامیر دو را میشنویم و دوباره برمیگردیم و با شما خواهیم بود بسیار ببخشید ما مشکل تکنیکی پیدا کردیم نتونستیم که ویدیو را برای شما شریک بسازیم که از مزامیر فصل دو هست که یک وطندار ما این را خونده و, خدا را شکر میکنم که همکاران ماست و خدا را شکر میکنم که اینجا در مزامیر فصل دو این میگه چرا اقوام جهان شورش میکند چرا مردم افکار پوج و باطل را در سر خود میپروراند پادشاهان پادشاهان روی زمین قیام میکنند و حاکمان بر ضد خداوند و مسیح او مشورت می نماید آنها میگوید بیایی زنجیرهای بندگی را پاره کنیم و از قید بنده, بنده او خود را آزاد سازیم در باره آزادی است اینجا میگه از قید بندگی خدا خود را آزاد بسازیم ما در این شبان روزا می بینیم که انسان ها بخ... انسان‌های خدا ناباور به خاطر کسایی که از طریق دین و مذهب کوشش میکنه که خدا را بشناسه به شناخت خدا نمیرسن. و می بینیم که پادشاهان توغیان کرده مردم جهان شورش میکنه در مقابل محبت خدا ما جنگ ها را می بینیم انسان کشی آدم کشی ها را ما می بینیم که جریان داره در دنیا در حقیقت کسی که کوشش میکنه خود را از خدای حقیقی آزاد کنه آنها در بندگی گناه و غلام شیطان میرم و میپیونده. وقتی که آزادانه میخوای زندگی کنه و آنها میبینیم که از آنها کارای زشت و تغیان در مقابل خدا و پوچ و باطل سر میزنه و قیام را ما میبینیم که در علیه خدا انسانها قیام میکنه و انسان دیگر را جانشا ها و ما میبینیم که خیلی از مذهبی ها خاطر کشتن یک انسان کوشش میکنه خدا را خوشنود بسازه و بهشت به خدا بره اما خدا را شکر میکنیم که هویت ما شخصیت ما شناخت ما در عیسی مسیح است ما گفتم که الگوی ما خود مسیح است که او خدای صد درصد آمد انسان صد درصد شد تا برای ما الگو شود تا ما از خدای قادر مطلق اطاعت کنیم تا ما شناخت خود را هویت خود را در عیسی مسیح پیدا کنیم ببینیم اگر ما در متا فصل سه بریم بخوانیم که چگونه عیسی مسیح الگوی ماست ما میبینیم که به عنوان یک انسان صد درصد انسان خدای قادر مطلق صد درصد انسان میشه محدود میشه در محدودیت بدن انسان در بین ما زندگی میکنه و او را می‌بینیم که چگونه اولگو میشه وقتی خدمت خود را شروع میکنه وقتی خدمت روحانی خود را شروع میکنه, میکنه. چون ایسا تعمید گرفت به درنگ از آب برآمد، آمد همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بروی قرار گرفت و سپس ندای از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم اینجا بسیار مهم است که ما درباره این آیه تفکر کنیم و فکر کنیم به خاطری که هویت ما در اینجا شناخته میشه ما میبینیم که دنیا در دنبال هویت است تحصیل کردن خود تحصیلات خود را هویت خود میسازد مقام خود را قدرت خود را خدمت خود را هویت خود می ساز خصوص کسایی که در عیسی مسیح خادم هستند و کوشش میکنند که خادم عیسی مسیح باشند بسیار مهم است که ما درک کنیم بفهمیم که ما در بی پی هستیم چون مذاهب حتی در پی خوشنود کردن انسان ها هست کوشش میکنه که خود را ثابت بسازه کنها خدا پرست است و انسان ها را خوشنود بسازه وقتی ما هویت خود را نمیشناسیم ما در پی خوشنود کردن انسان ها عطا برا میفتیم گفتم که تحصیلات ما هویت ما نیست صحبت های ما و کارهای ما که چینو نوع کار انجام دادیم چه کار کار خوب انجام دادیم هویت ما نمیتونه باشه و ایماندار بودن ما که چندین سال ما ایماندار شدیم نمیتونه هویت ما شوه یا خیلی کسا افتخار میکنه که ما چندین سال خدمت کردم و ما رهبر فلان کلیسا هستم اینها نمیتونه هویت ما شوه مقام ما هویت ما نمیشه نمیتونه شوه قدرت ما تمام چیزها را که وقتی ما میبینیم اینا هویت نیست که دنیا در دنبال این چیزها هست. کسایی که در دنیا زندگی میکنه آنها کسایی که در چنگ تاریکی است دنبال هویت خود دنبال مشهور شدن خود دنبال یکی قلب انسان ها را بگیرد دنبال اینکه که انسان ها را خوشنود بسازه هستند در دنیا میبینیم که چقدر انسان ها کوشش میکنه که خود را مشهور بسازه که بلکه از او طریق بتونه یک هویت را یک شناخت را پیدا کنه اما وقتی ما کلام خدا را میخوانیم در اینجا در انجیل متی فصل 3 آیه 16 که عیسی مسیح وقتی از آب بیرون میشه ما میبینیم که خدای پدر ندا میکنه سپس ندای از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم سه چیز بسیار مهم است که ما در بارش امروز صحبت کنیم سه چیزی که بسیار مهم است که هر پیرو ایسای مسیح در باره این فکر کنه تفکر کنه و در این زندگی کنه که پسر است پسر من ندا میکنه که پس این پسری محبوبم محبوب است و از او خوشنودم و هم پسر است فرزند است فرزند من است که مذاهب نمیتانه خود را فرزند خدا بشماره نمیتانه که خدا را پدر صدا کنه پدر آسمانی صدا کنه به خاطری که هویت خود را نمیشناسند درک نکردن اما ما مسیحیا میفهمیم که ما فرزند خدا هستیم فرزند و همچنان محبوب و خشنود است خداوند از ما ایسای مسی وقت خدمت خود را شروع میکنه این لازم است که این ندا را بشنوه در حضور همه کسانی که در اونجاست به خاطر که ما میبینیم که وقتی خداوند خوشنود است و او او را محبوب میخونه و پسر را فرزند یگانه خود خطاب میکنه و او خدمت خود را شروع میکنه اون وقت در پی چی هست خیلی کسا کوشش میکنه که خدمت کنه و خدمت خود را آغاز کنه تا خدا را خوشنود بسازه تا خدا ازشان خشنود شوه اما کسی که در عیسی مسیح است کسی که در عیسی مسیح زندگی نو را شروع کرده آنها باید رو درک کنه که ما در پی خشنود کردن خدا نیستم خدا از من خشنود است من محبوبم من فرزند خدا هستم وقتی ما را درک میکنیم میفهمیم او وقت است که ما در خداوند زندگی میکنیم ما وقتی در پیدایش را وقتی ما نگاه میکنیم میفهمیم میخوانیم که در باغ عدن همه چیز خوب بود همه چیز عالی بود رابطه آدم و هوا با خدای قادر مطلق عالی بود خوب بود اما وقتی شیطان آمد هویت اونها را دزدید دیدیم که چی چیز وارد زندگی بشر شد که تا امروز بشر با آنها دست و پنجه نرم میکنه بشر با آنها زندگی میکنه ترس از ای که ما فرزندان خدا شویم یا فرزندان خدا باشیم هویتشان دزدیده شد و ترس آمد در زندگیشان نامحبوبیت آمد یعنی احساس گناه در زندگی بشر در هر بشر وجود داره او آمد وارد زندگی بشر شد و این که ما ارزش ندارم کم ارزشی وارد زندگی بشر شد به خاطری که هویت آنها را شیطان دزدید آدم و هوا وقتی ما از پیدایش بخونیم که چگونه آنها وسوسه شد و شیطان وارد زندگی اونها شد و هویت اونها را شیطان دزدید و آنها هویت خود را گم کردند شناخت خود را در خداوند گم کردند که امروز انسان ها به خاطر ترس کوشش میکنه که کارهای نگ انجام میده به خاطر ترس است ترس در زندگیشان است کم ارزشی ارزش ندارن بر فکر خود در حضور خداوند و اینکه خود را محبوب بدانه و پسر خدا فرزند خدا حساب کنه ما می به مو خاطر است که عیسی مسیح به شاگردان تعلیم داد به آ... کسایی که از او پیروی می میکن... تعلیم داد ما می در انجیل لوقا فصل فصل ده آیه افدر اگر ما بخوانیم اینجا می که اگر داستان را شما ایماندار خوانده باشین که عیسی مسیح هفتاد تا شاگردار و هر کدام دو نفر دو نفر برای خدمت میفرسته و وقتی آنها بر میگرده در حضور عیسی مسیح آنها در آیه 17 وقتی ما بخوانیم میگه آن, آن هفتاد تن با شادی برگشتن و گفتن سروری ما حتی دیوها به نام تو از ما اطاعت بکند های 18 به شان فرموش شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرود افتاد و اینک شما را اقتدار میبخشم که ماران و عقرب ها و تمام قدرت دشمن دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رساند اما اینجا بسیار یک آیه مهم که همه ما باید روی تفکر کنیم فکر کنیم که عیسی مسیح تمام چیزا رو تصدیق کرد گفت بله شیطان رو دیدم که مثل برق به زیر افتاد و به شما من اقتدار بخشیدم قدرت بخشیدم من به شما ای دادم اما از این شادمان ما باشید. از این شادمان ما باشید که ارواح از شما اطاعت میکند بلکه شادی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است چون خیلی به خاطر این کارایشان به دنیا کوشش بکنه که ثابت کنه که من پیرو حقیقی خدا هستم به خاطر که دیوها از من اطاعت میکنه ارواها از من اطاعت میکنه من مریض ها را شفا بخشیدم من معلم خوب هستم پیروان بسیار زیاد دارم عیسی مسیح میگه به این چیزها شادمان نباشین به این چیزها شادی نکنید بلکه شادمانی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است هویت شما شما شناخته شدین و اسم شما در دفتر حیات نوشته شده است از این شاد باشین که شما هویت خود را پس گرفتین باز یافتین و هویت دوزد دوزدیده خود را باز یافتین برگرفتین و نام شما در دفتر حیات نوشته شده است عیسی مسیح با اینکه او خدای قادر مطلق است روی زمین می آید و او خود وسوسه می شود به عنوان یک انسان وسوسه ای که آدم اولی در آن غرق می شود آدم اولی در آن می افته. و هویتشان دزدیده میشه اما وقتی انسانی دومی یعنی عیسی مسیح و انسانی کامل و خدای کامل میآید برای ما نمونه میشه و الگو میشه وقتی او میآید او خود وسوسه میشه او خود وسوسه میشه وقتی ما در انجیل لوقا فصل سه وقتی ما میخوانیم ما کوشش میکنم که نو برای شما بخونم به خاطر وقت برنامه اینجا ما میخونیم میگه آنگاه ابلیس او را به شهر اورشلیم برد و بر فراز معبد قرار داد و گفت اگر پسر خدا خدای خود را از اینجا به زیر افکن بسیار متوجه باشین اینجا اینجا شیطان میآید و عیسی مسیح میگه میگه اگر کی پسر خدا هستی میخوای هویتشان را زیر سوال ببره میخوای هویت عیسی مسیح را شیطان زیر سوال ببره و میگه اگر پسر خدا هستی اگر تو واقعا پسر محبوب هستی خود را از اینجا به زیر افکن امروز خیلی ها به خاطر این وسوسه میشه خیلی از ایماندارا وسوسه میشه میگه اگر من واقعا پسر محبوب خدا و از خدا پیروی میکنم خدا ما را بخشیده است در عیسی مسیح من عزیز خدا هستم محبوب خدا هستم خدا از من خوشنود است چرا من این همه درد و رنج و این همه جفا در زندگی من است میبینیم که خیلی ها ایمانشان را از دست میده به خاطری که شیطان همیشه میآید که هویت ما را بدوزده شخصیت ما رو بدوزده و ما را به زیر کنه. اما عیسی مسیح به شیطان جواب میده بعد ببینیم که نگاه کنیم که شیطان چی حیله ای را به کار میبره میگه رو نوشته شده است که درباره تو به فرشتگان خود فرمان خواهم داد تا نگهبان تو باشد بله کلام خدا میگه فرشتگان نگهبان ما اما عیسی مسیح میگه در آیه دوازده میگه عیسی به او پاسخ داد گفته شده است که خداوند خدای خود را میازما عیسی مسیح به عنوان انسان کامل او نمونه میشه که برای ما نشان بده که ما خدای خود را نمیازماییم ما وقت شخصیت خود را در عیسی مسیح میابیم وقتی ما فرزند خواندگی خود را در عیسی مسیح میابیم ما محبوب خدا و خدا از ما خوشنود است ما صاحب هویت میشیم ما میتونیم که در مقابل وسوسه های شیطان استادگی کنیم چون ما با خدای قادر مطلق رابطه داریم ما می بینیم که خدای قادر مطلق با ما است وقت است که ما دیگر به وسوسه ها زانو نمیزنیم، خم نمیشیم. از وسوسه های شیطان با کلام خدا دفاع می با هویت خود دفاع میکنیم. با شخصیت خود دفاع میکنیم. شخصیتی که هویتی که از خداوند عیسی مسیح گرفتیم به او خاطر است که ایمان میاریم ایمان ما بسیار مهم است به خاطر که در ابرانیان فصل یک آیه 16 میگه بدون ایمان ممکن نیست بتوانید خدا را خوشنود سازید زیرا هر کی به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد نه به این که ایمان داریم که خدای وجود داره نه به این که ایمان داریم که خدا در آسمان نشسته به ما حکم میکنه نه به این بلکه ایمان داریم ایمان میاریم که او برای ما هویت بخشید او آمد روی زمین و برای گناه من قربانی شد به این ایمان میاریم و ایمان ما از شناخت ما هست ما خدای حقیقی را میشناسیم و بعد از او ایمان میاریم در غیر صورت شیطانم باور داره ایمان داره که خدا وجود دارد مذاهبا باور دارن ایمان دارن که خدا وجود داره در بالا نشسته برای ما از خود به چیزهای را تخیلات را می که انسان ها را بکش به این بگو روی سری سر کو به این بگو چادری بپوش به این بگو اگر این کار نکنی من شما را شلاق می زنم این چیزا از خدا نیست از شناخت خدا نیست از ایمان به خدا نیست به او خاطر است که در ابرانیان وقتی ما بخوانیم میگه تمام نبیا تمام پیامبران تمام کسایی که ایمان داشتند به خدا با خدا را شناخته بودن منتظری مسیح موعود بود منتظر عیسی خداوند بود ایسا وقتی خود را معرفی میکنه شخصیت خود را معرفی میکنه وقتی او در, در با شاگردان صحبت میکنه که من آمدم تا هویت شما را پس گیرم ما آمدم که شما را بازخرید کنم شما را دوباره از چنگ تاریکی بگیرم ما میبینیم که خیلی از شاگردان در یوحنا فصل 6 وقتی ما میخوانیم خیلی از شاگردان وقتی رو شنید بسیار برایشان سنگین بود به خاطر کنا در چنگ تاریکی و در مذهب زندگی میکرد در دین زندگی میکرد در اینجا وقتی ما میخوانیم که عیسی مسیح درباره ای سخن میگه که اعضای 58 ما میخوانیم برای شما میگه این است نانی که از آسمان نازل شده است تا مانند آن پدران شما خوردن و با این حال مردن بلکه هر کسی از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند ایسا این سخنان را زمانی گفت که در کنیسه در کفر ناهم تعلیم می داد ایسای مسیح در باره نان نانی که, نانی که در عد عتیق در تورات ما می صحبت می کنم اگه پدرانتان از آن نان خورد مردن اما وقتی از بدن من این نان من وقتی نانو پاره می به بیاد بودی من بخورید شما دیگر هیچ وقتا نخواهی مرد برای ابد زندگی خواهید کرد چون من برای این آمدم که شما را بازخرید کنم شما را به شما هویت ببخشم شناخت ببخشم شما را برگردانم به خانه پدر شما دیگر فرزند خدا هستین عیسی مسیح میگه من بعد از این شما را دیگر بنده نمیخوانم بلکه شما را دوستان خود میخوانم و شما را برادران خود میخوانم چون ما همه فرزند خدا هستیم ما میبینیم که اینجا با او خاطر است که بسیار از شاگردان او با شنیدن این سخن گفت این تعلیم سخت است چه کسی میتواند آن را بپذیرد برای کی صحبت را کرد ایسای مسیح برای شاگردان خود و خیلی شاگردانشان برگشتند به خاطر که اونا هویت خود را در دین و مذهب در مقررات انسانی می دیدن. اما عیسی مسیح میگه شما در من خواهی مان و شما در من هویت خواهی داشت عیسی انگاه از این که شاگردانش در این باره هم همه می کند بدشان گفت آیا این سبب لغزش شما می شود؟ پس اگر پسر انسان را ببینید که به جای نخست خود صعود میکند چی خواهید کرد روح است که زنده, زنده میکند جسم را فایده ای نیست سخنان من سخنانی که من به شما گفتم روح و حیات است ما درباره روح خدا عیسی مسیح میگه صحبت میکنم که شما باید درک کنین بفهمین که شما شخصیت هویتی پیدا کردین دیگر بنده نیستین بلکه فرزندان خدا هستین میگه زیرا جسم را فایده ای نیست سخنانی که من به شما گفتم روح و حیات است من در باره امور این دنیا صحبت نمیکنم که دنیا دنبالشان است دنبال هویت است مقام پول درس تحصیلات معروف شدن من دنبال این چیزا نیستم من درباره این چیزا صحبت نمیکنم من در باره روح صحبت میکنم روح و حیات حیات زندگی جدید زندگی ابدی که نام شما در دفتر نوشته شده است عیسی مسیح با کی کار میکنه با شاگردان خود ما بینیم که عیسی شخصیتش هویتشان در پدر او همیشه از پدر میشنوه ما در انجیل یوحنا چندین بار میخوانیم که سای مسیح میگه چیزی را که من میگم همه ایشان از من نیست از پدر من است که من به شما میگم به خاطر که او از هویت خود صحبت میکنه از پدر صحبت میکنه ایسای مسیح این راز را برای پیروانشان مکشوف میسازد که شما در من زندگی و حیات روحانی خواهد داشت و ببینید که خدای قادر مطلق خدای قادر مطلق خدایی که تمام چیز در دستان اوست او آمده خود را محدود ساخته در جسم بشر و فروتن ساخته و برای گناه من و شما قربانی شده شما فکر کنید تصور کنید وقتی خدمت میکنه او رد میشه او توف انداخته میشه به صورتشان او شلاق میخوره اما او در روی صلیب میگه پدر ببخش اینا را به خاطر که اینها نمیدانند چی کار میکنن به خاطر که اینها گم شدن هویت ندارن به او خاطر اینا را ببخش برای ما پیروان عیسی مسیح هم خیلی مهم است خیلی خیلی مهم است که ای را درک کنیم بفهمیم که ما در ایسا هویت داریم وقتی ما در این دنیا مورد زیر جفا میریم مردم ما رو رد میکنه مردم ما رو لعنت میفرسته ما در خداوند هویت داشته باشیم ما رو بشناسیم وقت است که ما میتانیم فروتن شده آنها رو ببخشیم وقتی ما هویت خود را درک میکنیم وقت است که ما میتانیم انسانها را ببخشیم چون ما میفهمیم که ما به کجا خواهیم رفت و از کجا برای چه خلق شدیم و ما کی هستیم شخصیت ما کی است هویت ما کی است این را ما درک میکنیم این را باید درک کنیم علل خصوص برای یک خادمی که عیسی مسیح را خدمت میکنه و دارای عزیز می برای شما برای شما می خواهیم که تشویق کنم شما را که این را درک کنید بفهمیم علل خصوص کسی که خادم از خادمی که هویت خود را نمیشناسه آنها دیگر آنها زخمی است آنها در دنیا در جستجوی خوشنود کردن انسان ها و خدا است آنها میخوای پیروان بسیار پیدا کنه. انسان ها را کوشش کنه که آب ما پیرو زیاد دارم. من دنبال لایک های مردم است که من در فیسبوک چقدر لایک میگرم. چقدر مردم از من پیروی میکنه. چقدر فالوور دارم. حلال خصوص برای خادمین. وقتی ما درک میکنیم هویت خود را در خداوند عیسی مسیح وقت است که ما دیگر دنبال این اشخاص نیستیم بله ما بسیار خوش هستیم شاد هستیم که پیروی عیسی مسیح هر روز بیشتر میشه اما ما در او خود را جستجو نمیکنیم ما شناخت خود را از او طریق نمیگیریم بلکه ما در خداوند فروتن میشیم عیسی مسیح این کار را انجام داد عیسی مسیح و الگو و نمونه بارز و بسیار عالی برای کسی که از او پیروی می کند هست در انجیل یوحنا فصل 13 را وقت ما می که ایسا که میدانیست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و او نزد, نزد, خدا او از نزد خدا آمده است و به نزد او می رود ایسا این را میدانیست که تمام چیزها را پدر به او بخشیده است به دست او سپرده است و با اونم او فروتن میشه او میدانیسته بسیار مهم است برای یک پیرو عیسی مسیح برای کسی که هویت خود را در خداوند میبینه بسیار بسیار مهم است اول که ما فرزند هستیم ما محبوب هستیم ما خداوند از ما خوشنود است بسیار مهم است اینجا ما میبینیم که سه چیز دیگر ما باید درک کنیم بفهمیم که هر ایماندار باید را بفهمد درک کنه در غیر این صورت زندگی در حقیقت به معنا میشه به هدف میشه در دنیا ایسا میدانست که پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده است و نزد او بر او میرود برای چه خلق شدیم و چی کار میکنیم و به کجا خواهیم رفت چرا خلق شدیم برای چی خلق شدیم و به کجا میریم وقتی بیمیریم اسای مسیح میگه او میدانست که از نزد پدر آمده است و به نزد او باز میگرده و میدانست که تمام قدرت ها به دست او سپرده شده و میفهمه خدمت خود را میفهمه او نمونه است که شما را درک کنید که خدمت شما چی از شما خادمین و قدرت را که میگیرین از کی است از خدای قادر مطلق روح خداوند به ما قدرت عطا میکنه وقتی ما انسان ها را محبت میکنیم و خود نبالیم افتخار نکنیم که ما ای قدر آدم خوب شدم که انسان ها را میتونم محبت کنم نه بلکه ما او ظرف خدا در حضور خدا میبریم از او لبریز میشیم تا بتونیم که انسان ها را محبت کنیم می فهمیم برای چه ساخته شدیم می فهمیم خدا چرا ما رو خلق کرده به خاطر چی خلق کرده و به کجا میریم و ما نزدی پدر نزدی پدر آسمانی خود میریم به او خاطر است که سایه مسیح ما در آیه چار وقتی ما بخوانیم میگه از شام برخواست و ردای از تن بدر آورد و حوله برگریف و کمر بست سپس آب در لگن ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها به حوله که به کمر داشت. ایسا در مقابل کی این کار را انجام میتد؟ ایسا در مقابل کسی که شاگردانش است، اون میفهمد، درک میکند که در بین اینها دشمن من است، دشمن خود را پاهایشان را میشویید او فروتن میشه خدای قادر مطلق و میفهمه که تمام قدرت ها در دست من است خدای پدر به من سپرده است و من از نزد پدر آمدم محدود شدم به جسم انسان و خود را فروتن میسازم میفهمم که برمیگردم در نزد پدر او فروتن شده آب در لگن میرزه و شروع میکنه به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها ما میفهمیم وقتی کار میکنیم ما خدمت میکنیم ما راز خدمت مسیر را وقتی درک میکنیم ما دیگر در دنیا در جستجوی خوشنود شدن نیستیم که انسان ها به من چقدر انسان ها به ما بله بله میگه چقدر انسان ها به ما نامه نوشته میکنه که آفرین بر شما خوب است که ما از طرف دیگران تشویق شیم، اما ما در جستجوی اونها نیستیم وقتی ما هویت خود را در عیسی مسیح درک میکنیم میفهمیم که ما باز خرید شدیم با خون عیسی مسیح میفهمیم که چرا خلق شدیم به خاطر چی خلق شدیم و به کجا میریم بسیار بسیار مهم است ما بعد از یک سرود دوباره برمیگردیم نزد شما و ای را کامل کنیم و بفهمیم که باید چی کار انجام بدیم وقتی ما هویت خود را در عиسی مаسیح پیدا میکنیم Trava ایسا دهد مرا پناه هر روز روم از پشت ایسا کسایی که در غرق گناه هست اونها در ادیان در مذاهب زندگی میکنه برای اینها مشکل است که هر روز در پی ایسا قدم برداره خدا را شکر گذار هستم که ما در ایسا هویت خود را یافتیم و از او پیروی میکنیم ما دوباره کلام خداوند را میخوانیم از انجیل یوحنا فصل 6 از آیه 66 ما کوشش میکنم که را بیارم میگه از این زمان بسیار شاگردانش برگشت دیگر او را همراهی نکرد سپس ایسا به آن دوازده تن گفت آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پیتروز پاسخ داد سروری ما نزد کی برویم سخنانی حیات و جاویدان نزد توست و ما ایمان آوردیم و دانسته ایم که تو که توی قدوس آن قدوس خدا وقتی ما هویت خود را در عیسی مسیح پیدا می کنیم بسیار مهم است مثل پیتروس اینجا اعلان می که کجا بریم و کجا رویم سرور من چمون پتروس پاسخ داد سرور ما نزد کی برویم سخنان حیات جاویدان نزد تو است ما دیگه در دنیا دنبال چی بریم ما هویت خود را در تو پیدا کردیم و چی و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تو آن قدوس خدایی ما وقتی شخصیت خود را در عیسای مسیح پیدا میکنیم ما مثل اون شاگردان که عیسای مسیح را رها کرد دیگه پیروی نکرد مثل اونها نیستیم توسطی وسوسه کنترل نمی شمیم. اولین چیزش است که عیسای مسیح خود وسوسه شد و کنترل شد بله ما وسوسه می شیم وسوسه خودش گناه نیست اما وقتی ما مغلوب میشیم در گناه زندگی میکنیم وقتی ما شخصیت خود را هویت خود را در عیسی مسیح پیدا میکنیم ما دیگر مغلوبی وسوسه نمیشیم توسطی وسوسه کنترل نمیشیم اولش دومش توسط مردم دنیا کنترل نمیشیم توسط مذاهب دین ادیان توسط کارای انسان ها که انسان ها به ما وارد میکنند رسانه ما کنترل نمیشیم اما دیگه که عیسی کار انجام داد او وسوسه شد و مغلوب نشد او جفا دید مردم به او لعنت فرستاد توف انداخت شلاق زد اما او با هویت خود زندگی کرد و بخش سوم بسیار مهم است که ما توسط نفسی خود و غرور خود کنترل نمیشیم برای یک خادم بسیار مهم است که را درک کنه بله نفس خیلی قدرت داره خیلی وقت است که نفس دنبال خیلی چیز هاست که دنبال و لایک بسیار خیلی چیزهای دیگه است که ما وقتی مردم به ما به میگه چک میزنه ما چقدر مغرور میشیم که ما هستم که کار را انجام بدیم وقتی ما هویت خود در عیسی مسیح پیدا نمیکنیم نمیشناسیم این سه چیز بسیار مهم است که ما مثل پتروس رسول ما میگیم شمعون پتروس پاسخ داد سرور ما نزدی کی برویم سخنان حیات جاویدان نزد توست ما میفهمیم که ما زندگی جاویدان و حیاتی ابدی را در عیسی مسیح یافتیم ایمان ما باعث می شود با ای که ما زندگی ما مثل عیسی مسیح شود هر روزه هر روزه مثل عیسی مسیح زندگی کنیم و تندارای عزیزم بریم که با شما هم کلام باشیم اگر ببینیم که کسی سوال داشته باشد بسیار خوب است که با هم هم کلام باشیم ما یه کم بزرگتر کنم برادر عزیز ما قدو سروری سلام و درود به همه عزیزان تشکر برادر سلام و درود بر شما سلام و درود خداوند بر شما تشکر از برنامه خوب شما جمشید جانی رو میگه خدا را شکر برای زندگی برادر عزیزم تشکر حقیقت حقیقت میگه آمین علی ابراهیمی میگه سلام احترامات سلام احترامات بر شما خواهر ما هلین جان هم ماست آمین میگن خدا را شکر مجید جان یعقوبی گل میفرستند تشکر برادر عزیزم سلام میکنم ما به شما سلام سلام میرسانم برادر عزیزم مریم بهار آمین میگه خدا را شکر فرشته تقدسی همراه ما درود خداوند بر شما برادر لطیف عزیز درود و سلامتی خداوند بر شما همچنان خواهر عزیزم اما آ... نوشته میکنه اما اگر به علت مسیحی بودن مورد اذیت و آزار قرار گیرید شرمگین نشوید بلکه افتخار کنید که نامی مسیح بر شماست و خدا را به خاطر آن شکر گوید آمین آمین خدا را شکر که پیتروسی رسولی را در اول نامه خود می نویسا. که اگر به علت کار خوب شما اگر به علت محبت کردن شما را جفا می شاد باشید اگر به خاطر که نام مسیح در شماست شما را جفا می شاد باشین شادی کنید چون نام شما در دفتر حیات است شادی کنید مشتبه هم ماست خداوند هدایتتان کند با آمدن اسلام دیگر ادیان منسوخ شد منسوخ شده است و الله یک است ایسا عین و محمد ساد جز بنده و رسولش دیگر چیزی نبودند برادر عزیزم به خاطر که شما کلام مقدس را نخواندین درباره منسوخ شدن صحبت میکنین آیا خدا میتونه کلام خود را منسوخ کنه خدای قادر مطلق آیا میتونه کلام خود را منسوخ کنه بله ادیان میتونه منسوخ شود چون ادیان از انسان است انسان فلسفه درست میکنه ادیان درست میکنه دین درست میکنه مذهب درست میکنه این میتونه منسوخ شود اما کلام خدا هیچ وقت منسوخ نمیشه و هر روز هر شب هر لحظه برای ما تازه هست ما از عیسی مسیح صحبت میکنیم از عیسی عین را ما صحبت نمیکنیم ما از عیسی مسیح عیسی که مسح شده برای گناه ما از درباره او عیسی صحبت میکنیم از شما میخواهیم که شما عیسی مسیح را مسح شده که برای گناه ما قربانی شد او را بشناسید که او خود اعلان کرد که بعد از من هر کسی که میآید هر پیامبری که میآید اونها را باور نکنید عیسی مسیح او را بخونید کلامشان را و درک کنید و میفهمین که او خود خدا جسم پوشید بر روی زمین آمد و زندگی کرد شما دنبال عیسی عین نرین شما دنبال عیسی که در کلام مقدس است یک بار کلام مقدس را بخونید برادر عزیزم اگر دوست داشته باشید میتونید با ما در تماس شوین که ما برای شما کلام مقدس را هدیه کنیم و شما بخونید و ببینید که خداوند شما را چقدر دوست داره شما برای خدا چقدر محبوب هستین شما برای خدا عزیز هستین و خدا میخواهد که در عیسی مسیح شما را ببخشه و شما خوشنود شوه برادر عزیزیم دعا میکنیم برای تان برادر عزیزیم مشتبا جان پسر خدا میگه آمین آمین بله خدا را شکر میکنه که ما این گونه با افتخار خود را فرزند خدا میشماریم بله خدا یکی است خدا یک و یگانه است اما ما فرزندان روحانی خداوند هستیم برادر عزیز ما یقو جدی آمین میگه خدا را شکر برای برادر عزیز ما من میفهمم چرا ما دیگرا را نمیتونم بیارم در اینجا اما اینجا زیاد است کسایی که اینجا پیام داده برادر ما احمدی اینجا پیام داده میگه لعنت بر شما شما گمراهان برادر عزیزم بر شما برکت باد برکت خداوند بر شما باد برادر عزیز محمدی جان ما به نام عیسی مسیح شما رو برکت میتونم و دعا میکنم که خداوند شما را لمس کرده و قلب شما را تازه بسازد و قلب شما را پر از محبت بسازد وحید شایان امرای ما درود به یکایک عزیزان در ایسای مسیح در مسیح خداوند تشکر برادر عزیزم خدا را شکر برای شما و برای زندگی شما من کوشش میکنم که اینجا بیارم روی صفحه ما نمیتونم به هر حال که شما بتونین را بخونید ما از اینجا میخونم فرشته خواهر ما ببخشید فاطمه خواهر عزیز ما جواب داده برای برادر ما فکر کنم که میگه خداوند شما را هدایت کنه که مسیح دلیل خلقت و نجات انسان را کامل ساخت دیگر نیاز به آمدن دین دیگر نبود که محمد بخواهد آن را کامل کند آمین آمین تشکر خواهر عزیزم ما دیگر در دین نیستیم که در دین خود را کامل بسازیم ما را خدا را شکر میکنیم که ما توسط روح خدا هدایت شدیم و ما میفهمیم که خدا از ما خوشنود است و ما فرزندان خدا هستیم و ما برای خدا عزیز هستیم ای ما خدا را شکر میکنیم به این و دعا میکنیم که شما هم این را درک کنید بفهمین که هویت شما در خداوند و نام شما در دفتر حیات باشد ای رو باید پیدا کنید. بفهمین برادر عزیز مشتبه جان خدا را شکر گذار هستم بیاین در حضور خداوند بریم و بر وطن خود برای وطندارای خود دعا کنیم که وطن ما از چنگ تاریکی از چنگ لعنت از چنگ نفرت و بدگویی بدزبانی نجات پیدا کنه. وقتی وطندارای ما شخصیت خود را هویت خود را در عیسی مسیح پیدا کنند وقت است که ما همدیگر را محبت می کنیم بیرون از نجات بیرون از قوم بیرون از مذهب بیرون از تمام چیزها بیرون میشیم در خداوند یکی میشیم در خداوند شخصیت و هویت خود را پیدا می کنیم وقت است که از ما محبت بیرون میشه چون خدا خدای محبت است خدا را شکر که ما در دین نیستیم که زندگی کنیم و دیوار بسازیم که دین ما بهتر از دیگر است ما فقط اعلان میکنیم که خدا همه را دوست دارد او برای همه قربانی شده و همه را میخواه که به او ایمان بیاره و او را بشناسه خداوند عزیز پدر آسمانی ما امروز وطن خود را در حضور تو میاریم به نام عیسی مسیح دعا میکنیم ای خداوند عزیز که تو ای خداوند عزیز قلب مردم اف... افغانستان را وطن ما را مردم ما را ای لمس کنی محبت خود را جاری بسازی خداوند عزیز ای خداوند عزیز فیض خود را جاری بساز تا انسان هایی که در او زندگی میکنه ای خداوند درک کنه و فهمه که تو برای گناه قربانی شدی پدر عزیز ما طالبان را رهبران را به حضورت میاریم به نام سای مسیح دعا میکنیم ای خداوند عزیز کنا شخصیت خود را هویت خود را در تو پیدا کنه نه در دین بلکه در تو بیا با ای خداوند عزیز دعا میکنم ای خداوندا که افکار اونها تغییر کنه خصوص نسبت به خانوما نسبت به زنهای خداوند عزیز دعا میکنیم که ای خداوندا خواهرای ما مادرای ما ای خداوندا که در افغانستان زندگی میکنه خداوند در این وقت ای خداوند قدرت عطا کنه ای خداوند عزیز که در این وقت ای خداوندا در جستجوی توشه و در جستجوی حقیقتی تو شوه کنار رو تو ساختی و تو اونها را محبوب میخونی تو با اونها برای تو عزیز است ای خدا من. این همه خانم ها همه زن که در افغانستان زندگی میکنه خدا برای تو عزیز است تو میخوای کنه نزد تو بیا اونها فرزندان تو هستی ای من عزیز تو میخواهی که از اونها خوشنود باشی در اسای مسیح تو رو شکر میکنیم ای خدا عزیز به نام اسای مسیح دعا میکنیم کسایی که در مشکلات از در کمپ های رفوجی از دعا میکنیم ای خدا که تو خودت آرامیشون ها باشی آمین 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 خدا را شکر گذار استم به خاطر امروز به خاطر کلام خدا به خاطر کلام نجات بخش خداوند فیض و سلامتی خداوند سرور سلامتی همراه شما عزیزان باشد تا برنامه بعد که با شما خواهیم بود خدا را شکر هستم که امروز با ما بودین آمین 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 دوستم مسی یارم مسی در هزاران عزیزم مسی تنها هادیم تویی ای مسی تنها هادیم